بیندگان عزیز، هموطنان قدرمند، السلام علیکم. امیدوار هستیم که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوشی و خوشحالی سپاری نمایید. طاعت‌ها و عبادات شما قبول درگاه خداوند. دوستای عزیز، باز هم پنجره را بروی شما می گشاییم و با مطالب فراوانی که از دوستای عزیز در جهات مختلف تهیه کرده ایم در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، بازم آغاز میکنیم از مطالبی که در رابطه با از ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، دوستای عزیز در صفحه فیسبوک گذاشتن. آغاز میکنیم از تصاویر بسیار مقبول را که اسامی دوستا را نمیخوایم بگیرم، در جریان برنامه یاد میکنم و به این تصویر بسیار مقبول توجه کنین که دوست کلمه مقدس الله را در لاه گل لاله چقدر مقبول و بجا گذاشتن. یا به این تصویر دیگه شما نگاه کنین که بازم کلمه مقدس الله را یک دوست به نام سمی در قسم اناتیه کردن، وقتی که خدا کنه از صفحات تلویزیون خود شما هم امی زیبایی رو ببینین که وقتی که انسان به این کلمه مقدس نگاه میکنه، این تصویر یک نوع درخشش و جلایش خاص داره. و همچنان در این تصویر دیگه که ملاحظه کنین، یک سفره رمضانی هست که تهیه دیده شده و همچنان یک تعداد تصاویر بسیار مقبول دیگه که در جریان برنامه او را هم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. واقعا ذوق دوستای ما قابل قدر است و ما خوشنود میشم وقتی که میبینم هموطنای عزیز ما، چه از خواهران و چه برادران، در ساعات مختلف ذوق بسیار عالی دارن و چیزای بسیار مقبول در صفحه فیسبوک ما گذاشتن. یک جهان از شان سپاسگزاری میکنم. خب دوستای عزیز، در این بخش برنامه یک آهنگ نعتیه را خدمت شما تقدیم میکنم که فقط به صورت بسیار مختصر میخواهم یادآوری کنم که یکی از انواع موسیقی که در کشور ما زیاد رایج بوده موسیقی صوفیانه یا خانقایی هست. شادروان میر فخرالدین که خود یکی از پیشکسوتان موسیقی خانقایی هست، در مورد چنین میگوید: خانقا محلی است که در آن صوفیان و ارادتمندان دور هم جمع شده و به اوقات معین، بیشتر در آدینه شبها و یا روزهای آدینه، منظور از آدینه روزهای جمعه هست، ارشاد طریقت میکنند. طریقه های تصوفی که در افغانستان رواج داشته و تا زمان معاصر نیز رایجن 4 طریقه است: طریقه قادریه، طریقه نقشبندیه، طریقه سهروردیه و طریقه چشتیه. و فعلا نخستین آهنگ برنامه را که آهنگ نعتیه مقبول است با شما بیننده های عزیز یک جا با هم ببینیم. لطفا با ما باشین تا سایر مطالب دوستان عزیز از صفحه فیسبوک یک جا با هم ببینیم. نمیدانم چی منزل بود شب جای من بودا، نمیدانم چی منزل بود شب جای Let's see.
بیندای قادرمان، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا هستیم. میپردازیم به دومین مطلب برنامه که مطلب ورزشی است و ناگفته و ایدا هست که مطلب ما درباره المپیک جهانی لندن است که در جمعه گذشته این مشعل فروزان شد و جای خوشحالی و خوشبختی ای است که از کشور عزیز ما افغانستانی که امروز دیگر روزهای بد و دشوار را پشت سر گذاشتنده است، هم 6 ورزشکار در رشته‌های مختلف اشتراک کردند. خانم تهمینه کویستانی تنها ورزشکار زن افغان است که در مسابقات المپیک لندن در بخش دوش رقابت خواهد کرد. امیدوار هستیم که همه ورزشکارهای افغان با مدال‌های طلا به کشور طلاییشان برگردند. توجه شما را به یک گزارش در زمینه معطوف می‌داریم. خیلی ها اینجا در محله آنسلو در غرب لندن گرده هم آمدند برای تماشای این اتفاق. هیلا ولی دختر افغان مشعل المپیک را روشن می‌کند و آن را برای حدود 300 متر هم خواهد کرد. این افتخار بزرگیه که نماینده افغانستان باشم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. من 22 ساله هستم و در کابل تولد شدم. من 3 ساله بودم که با فامیل خود به انگلستان مهاجرت کردم. من رشته بایومدیکال ساینس خواندم. ببخشید که زبان فارسی ما خوب نیست، اگر میتونم که در انگلیسی گپ بزنم بهترین میشه. دلیل انتخاب هیلا برای حمل مشعل المپیک کارهای خیریه است که او برای پناهنده های تازه وارد افغان در لندن انجام می دهد. او به علاوه فعال حقوق نوجوانان هم هست. کاری که من انجام دادم بیشتر با پناهنده های نوجوانی بوده که از افغانستان، ایران یا کشور دیگر اومدن. ما اونا رو به سمت آموزش سوق می دیم. تلاش ما اینه که از دوره آموزشی لذت ببرن. حقیقت تلخ اینه که خیلی از این بچه ها هیچ وقت در افغانستان به شکل منظم به مدرسه نرفتن. وقتی اینجا میان مثلا به کلاس نهم فرستاده میشن که براشون خیلی سخته تا به درساشون برسن. فعالیت های خیریه هیلا تنها محدود به بچه های افغان در بریتانیا نمیشود. وقتی صحبت از کار خیریه میشود، او حتی تا آفریقا هم سفر میکند. مجموعه این فعالیت‌های خیریه بالاخره به تحقق یک رویای همیشگی منجر شد، حمل مشعل در المپیک 2012 لندن. ولی هنوز آرزوهای تحقق نیافته هم باقی مانده. وقتی خبر حمل مشعل شنیدم خیلی خوشحال شدم. با دوستام در دانشگاه بودم و خبر شنیدم، واقعا خوشحال شدم. اونا برای من خیلی خوشحال بودن. وقتی من به کسی میگم من افغانم، حالت چهرهشون تغییر میکنه، چرا که اونا منو به عنوان یه دختر افغان قبول ندارن. اونا از دختر افغان تصویر دیگه ای دارن، مثل یه دختر با صورت پوشیده که حرف زدن بلد نیست و فکر میکنن حق و حقوق خودش هم نمیدونه. برای همه من میخوام این تصویر رو عوض کنم. و البته هیلا برای رسیدن به اهداف و آرزوهایش حمایت خانواده اش را هم داشته است. یقینا هیلا به صفت اولاد ما مایی افتخار است برای ما، نه تنها افتخار به ما بلکه افتخار همه افغان هاست که امروز مشعل بردار المپیاست. این به یاد ماندنی ترین رویداد زندگیمه. نگاه کردم به مشعل، کاری که برای بچه ها انجام دادم و به یادم میاره. این چیزی که 50-60 سال دیگه هم به همه نشونش میدم، میگم وقتی 22 سالم بوده مشعل هم کردم. باور کردنش خیلی سخت است، چون گاه رویاها با گونه با واقعیت میپیوندد که روح انسانم خبر نمیشم. افراد مانند هیلا از میان هزاران نفر انتخاب شدند و امروز پاداش کار را می‌بینند که شاید هیچگاه تصور نمی‌کردند و یا به توقع پاداش انجام ندادند. این هم یکی از زیبایی‌های المپیک است. بیندای عزیز، یک بار دیگر برای ورزشکارهای افغان موفقیت آرزو می‌کنیم. امیدوار هستیم که با موفقیت به کشور عزیز ما افغانستان برگردند. دوستای عزیز، برنامه را ادامه می‌دهیم. دوست عزیز، از چند هفته به این طرف، البته آقای زلمه رزمی که از خداوند برشان صحت و عافیت میخواهم، بسیار از فعالین صفحات فیسبوک هستند. گاه گاهی سر میزنند به آهنگ های گذشته و آهنگ های قدیمی و
یک آهنگ بسیار مقبول با آواز شیر شرار که شاید بسیاری ها به اسم یک آوازخوان نشناسیشان، ولی در مورد شعر شرار در برنامه های آینده صحبت خواهیم کرد. آهنگ بسیار مقبول نشد یک لحظه از یادت جدا دل را که بسیاری آهنگ در توصیف و تعریف زیاد شده، این را با شما بیننده های عزیز یک جا میبینیم. از یادت جدا دل نشد یک لحظه از یادت جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل نشد یک لحظه از یادت جدا دل دستش یک دم آسایش ندارم ز دستش یک دم آسایش ندارم نمیدانم چی باید کرد با دل هزاران هزاران بار منش کردم از عشق مگر برگشت از رای خطا دل نشد یک لحظه از یادت جدا دل نشد یک لحظه از یادت جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل نشد یک لحظه از یادت جدا دل چشمانت مرا دل مبتلا کرد با چشمانت مرا دل مبتلا کرد فلاکت دل مصیبت دل بلا دل فلاکت دل مصیبت دل بلا دل
بطاره 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 گردنش را بست زلفت فقیر و عاجز و به دست بادل نشد یک لحظه زیادت جدادل نشد یک لحظه زیادت جدادل زهی دل آفرین دل مرحبا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل نشد یک لحظه زیادت جدادل نشد یک لحظه زیادت جدادل نشد یک لحظه زیادت جدادل رستوران کابل رستوران کابل در قلب شهر آمبود اشتایندم شماره 53 همه روزه با سرویس غذاهای لذیذ افغانی ایرانی به شکل بوفه با کارکنان مجرب در خدمت شما کابل رستوران همه فرمایشات شما را در شهر هامبورگ و شهرهای اروپایی میپذیرد. رستوران کابل در قلب شهر هامبورگ اشتایندم شماره 53 دای عزیز با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم. آهنگ بسیار زیبایی را با آواز شیر شرار که خودشان ژورنالیست، عکاس و نقاش بسیار خوب هستند در این شهر آمبورگ تشریف دارند. در برنامه های بعدی انشالله ما گفت و شنود هم با ایشان خواهیم داشت بر شما نشر کردیم. بخش موسیقی برنامه را ادامه میتیم ولی با یک تفاوت که از آوازخوان های جوان و از آوازخوانی که کاملا با تازه با آوازخوانی روی آورده از متین جان رشاد که در کشور زیبای سوئیس زندگی دارند آهنگ بسیار مقبول پشتو را به پنجره اروپا اهدا کردند. یک جا با هم میبینیم. I'm not afraid of the dark.
لیندای عزیز، ادامه میتیم با سایر مطالب دوستای عزیز. یک بخشی که بسیار جالب است و واقعا ما اعتراف میکنم که تا آله هم موفق نشدیم به ای که گونه خوبی را که چگونه ای بخش نوشتاری را پخش کنیم، ولی ما در جستجوی از این هستم که بتانیم مطالب نوشتاری دوستارا که بسیار مطالب جالب هم است از نظر تصویری، یعنی از نظر کلیپ سازی، با شیوه های بهتر ارائه کنیم که مورد توجه شما قرار گیرد. به هر حال به عنوان نمونه های نخستین، مطلب بسیار مقبول را دوست به نام احمد شالیس در صفحه فیسبوک گذاشتن که یک جا با هم میخوانیم. میگن انگامی که امروز از خواب بیدار شدید، کسی داشت نفسهای آخرش را می کشید. از خدا به خاطر روزی دیگر سپاسگزار باشید، آن را بیهوده تلف مکنید. دوست دیگر نوشتن که آدمهای بزرگ عظمت دیگران را می بینند، آدمهای متوسط با دنبال عظمت خود هستند، آدم‌های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند. واقعا مطالب نوشتاری دوستا بسیار جالب است که در خلال برنامه این نوشته ها را یک جا با هم ازش لذت خواد بردیم. فعلا پارچه شعری داریم از خانم رایلا یار که به صدای مژگان جان ساغر دکلمه شده. توجه شما را به این دکلمه معطوف می‌داریم. بزن دفعه از رایلا یار به صدای مژگان ساغر. بزن دفعه که مرا با شرار وصل کند، بزن دفعه که مرا با شرار وصل کند، صدای گنگ دلم را به تار وصل کند، به انتقام سکوت هزار ساله من، به انتقام سکوت هزار ساله من، سر شکسته من را و دار وصل کند، که می به کام دلم جرعه جرعه می ریزد، که می به کام دلم جرعه جرعه می ریزد، بگو پیاله من را به بار وصل کند. از مژگان جان ساغر یک جهان سپاس. واقعا چیزی که بسیار جالب است، خانم های افغان وقتی که کارهای آماتوری میکنن و خودشان مطالب را ایدت میکنن و تصویر گذاری میکنن بسیار زیاد جالب است. از جمله در هفته گذشته کلیپ مقبول را از فریلا جان بایات نشر کردیم که واقعا بسیار زیبا کار میکنن. مژگان جان ساغر بسیار مقبول کار کردن و یک تعداد از خانمای عزیز دیگی که واقعا دست بسیار مقبول و زیبا دارن. بخش ادبیات و موسیقی برنامه را ادامه میدیم. دوستای عزیز، آهنگ های شب ما شیر و شکر بود، آهنگ های از نسل جوان و از نسل گذشته افغان. یکی از آوازخوانای خوب افغان که متاسفانه کمی به فراموشی سپرده شده است، صابر شیرزوی است. قرار معلوم صابر شیرزوی در کشور آلند مهاجر است و مدت ها است که از صابر شیرزوی حال احوال نداریم. در تلاش ازی هستیم که در برنامه های آینده
با این هنرمند خوب گفت شنود داشته باشیم. بازم آقای رزمی یکی از آهنگهای مقبول صابر شیرزوی آوازخوان خوب و سابقه داره در صفحه فیسبوک ما گذاشتن که ازشان جهان سپاس میکنیم برای از یکی از هنرمندهای خود یاد داشته باشیم. این آهنگ مقبول یک جا با هم میبینیم. شب مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب است از خانه برات، ای وقت خواب است بیا یار جان. شب مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب است از خانه برات، ای وقت چرا یار جان نمی آیی، مرا کشتی بدن آیی، جدا از تو دلم آب است. چرا یار جان نمی آیی، مرا کشتی بدن آیی، جدا از تو دلم آب است. بیا یار جان شب مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب است از خانه برات، کی وقت خواب است. شب مهتاب برای از خانه بیرون، که برایت رود از دیدم خون، کنار جو منم در انتظارت، بیا با چشمت مست و روی گلگون. بیا یار جان شب مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب است از خانه برات، کی وقت خواب است. چرا یار جان نمی آیی، مرا کشتی بدن آیی، جدا از تو دلم آب است. بیا یار جان شب مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب است از خانه برات، کی وقت برام تا بازر ابرو تا که مسلمان شو با دین گبرو تا که برام تا بازر ابرو تا که مسلمان شو با دین گبرو تا که اگر جلاد جان عاشقانی بکشای ما مسلمان صبر تا که به مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب است از خانه برات، کی وقت خواب است. چرا یار جان نمی آیی، مرا کشتی بدن آیی، جدا از تو دلم آب است. بیا یار جان شب مهتاب است به روی خوشت، دلم بیتاب از خانه برات، ای وقت خواب. ستاره سر زد و بیدار بودم، وزیر رخنه دیوار بودم،
عروس نامراد بانگ سحر زد، هنوزم انتظار یار بودم. بیا یار جان شب مهتاب است، به روی خوشت دلم بیتاب است، از خانه برا کی وقت خواهد. چرا یار جان نمی آیی، مرا کشتی بدن آیی، جدا از تو دلم آورد. چرا یار جان نمی آیی، مرا کشتی بدن آیی، جدا از تو دلم آورد. بیا یار جان شب ما تاب است، به روی خوشت دلم بیتاب است، از خانه پامیر قلل پر افتخار سرزمین است که افتخارش استقامت مردم و تراوتش تازگی بهاران را بزخان زنده می سازد. پامیر افق بلند دیروز و فردای روشن سرزمینی را به یاد می آورد که عشق، شعر و موسیقی را به بشریت هدیه داده است. شرکت پامیر افتخار دارد که در 16 سال گذشته برنجی به نام پامیر را به مشتریان عزیز خود عرضه داشته است که الحق لایق این نام بزرگ بوده و از کیفیت، طعم و پخت بی‌نظیر برخوردار می باشد. مراکز پخش برنج پامیر در اروپا: شرکت پامیر هامبورگ، شرکت ساعت دوسلدورف، شرکت پامیر لندن. دوستای عزیز، با عرض سلام دوباره در خدمت شما هستیم. برنامه را ادامه میدیم. احمد جان شریفی که انجینیر برنامه ما هستند، بسیار در برنامه زحمت میکشند. در پالوی زحمت کشی های تکنیکی خود یک ذوق بسیار خوبه، هم در انتخاب موسیقی دارن و هم در انتخاب پارچه های کمدی. پارچه کمدی بسیار جالب را از برنامه شبخند از کمدین بسیار موفقی که نام خدا به مدت زمان بسیار کوتاه و شهرت بسیار فراوان نائل شد، از آقای جلالی انتخاب کردند که با دو هنرمند سرشناس افغان، آقای احمد مرید و جواد غازیار، صحبت‌های جالب و خنده‌دار دارند. بیننده های نهایت گرامی، شما را خوش آمدید گفته غازیار صاحب. میگه کادم خیلی سخت بود از ما بتر. این میگه کدام وقت در تیاره سفر کرد دیگه، تیاره هم دم یک وقت تیاره بیسر شد، از صدا آمد که تیاره عوارض تکنیکی پیدا کرده دیگه. کلمه و یایتان بخوانینم، یکی در پالوی از این نفر شده بود در پالوی سخت، گفت سایی که گفتی از چانس بد مرد خدا و راستی خیر تا میشه چون تو از چانس بد تو. گفت سایی که ما بار اول از در تیاره سوار شدیم، زیاد میترسم آمینه، بار اول از سوار شدیم سایی که تیاره خراب شد. یه دیگه چی میگه؟ نه چانس تو خوب از چانس ما بد است، یه آدم سخت. گفت چرا؟ گفت سایی که مرا خدا زده تکت دو طرف را گرفت. پیسه را به جای مصرف کرده. جلالی جان، از گفتگی تان امین نازنین یک سر کیبورد است پیشتر تعریف کردین؟ بسیار تعریف تانه کرد. یکان وقت شوانه من میگم شوی شکم دائم امرایی تست. بله بله بله، من افتم کاش که یک کشک میدار شوازش میکردی بچه من میرده یخچال بان تو یخچال. آلی رو برای نمونه باندین یا ما نوشجان کنیم؟ کشی ما را غازیار صاحب فانتا و کوکس. از روز که اینمی پیدا شد هی قبیر و بار از دم ایمان شب خم خیار خوش دو گلاس و سه نفر جور نمه یا برای میمان ها میتون صاحب خانه؟ نه خوی نمی نشانیش، یا میمان هم میتون دگاهش باز از ماست. و و و و و یه خاطره جالب هر کدامتان حاضر باشه پیشتان بشنویم از محفلای عروسی کدام میکنه که زناغ یادتان باشه؟ والا ما یک با اجازه مریض ما یک خاطری بسیار خوب براتون قصه میکنم. خب
جالب از راستی هم همی در خانه یکان تا دیدین که همی اولاد هاست که کچالو رو نمیخورد سه چهار دفعه دانتانه قرد کردیم قربان سر شما بلا نوش جان ما هر روز میخوریم منتا خوش طفلا رو دیدین که کچالو رو نمیخورم بعد می سبزی رو نمیخورم بعد می ایر نمیخورم که یک وقت نمی خوانم همین شوق شیر برنج کردم جوانا شوق شیر برنج یک ذره شیر برنج پخته کردیم روز نادیده گیری که انداختیم شوله ی بیادر شیر برنج عین یک دیگ شد خدایا خو خانم هم کامد گفت خاک دست شیر برنج هیچ چم شیرینی چیز که تو میخوری میره خب ایران مونیم اولادام گفت ما نمیخوریم بچه‌ام گفت نمیخوریم دختر خدایی خود توان شد گفت میری یک ذره شوس نپرنی که ما خودم میخورم دیگر از تصادم یک سفر رفتم به یک کشور دیگه پس آمدم که دیدم یخچال گلوار مانده بود دیدم که اولادا بیرون است لالای قنی را گرفتم در میکسر انداختم سر از یک ذره که او سیب و انار هم انداختم همین یه جوسای سیب و انار خو اینجا شکر است اونجا بله این رنگ دادم این خوب هم ترک های آسابی یک جور کردیم یک آمدن مانده و زلال گرمیان بود گوی چیز ما بیا که برتانه تو یک چیز تیار کردیم که همین بخورن همین گرمی از سرتان میره خو این یک روز خوردن همین دختره که یک ذره ای هوشیار است گفت والا این همین مزه یک چیز داره اما مادر هر چی که فکر میکنم نمیفهم مزه چی داره یا کدو شیر برنج جنگی خو ای خو گفتم شکر یک کاسه را به تلفات چاشنیش آ یک دو روز دیگه صبر کردم دو روز بعد باز سبیا دیدم که گرمی سامدن مانده از ما میایم میگفتم بیاین بخیر بین باز اینو جور کردم این سفر سبیر چی کردم میرا و مالتان داختم میرا یک ذره خسته و پسند داختم خوب پای پا خوردن پای پا خورد باز این دخترم دیگه هیچ کدام کل از یا گوسپندی نفهمید امی دختر فهمید باز این دخترکم سرک و به خدا مادر این بابیم کدام فساد کرده این همی کدام چیز است که بیخی به نظر مارشناس خلاص که شد ضرور گفتیم این همون شیر برنج یک ماه بود که شما نخورین در یخچال یک ماه با سرتان خوراتیم زندگی که زیاد پیشرفته شوه این همه تو میشه یک خانه دوستای ماست در مکرویان یک روز رفتم مادر صداقت بچه من لوبیا رو از یخچال بیار که گرم کنم بر ما آصفت خال یک وقت میاره لوبیا و فیروزه ای ما این هم اول گفته از مای دسامبر که مانده نه نه از ماه تو نیست که کبر کنن اونجا میمانه میم بیوی در وطن آن پیدا نمیشت ما صدو بیوی و کچالو قطع خب از جناب مرید صاحب زنده باشین میشه خاطره جالب قصه میکنیم یا از صدای زیبایتان مستفید شیم یک زمزمه انشالله او هم با ارتباط موزیک است یه مثال جالب است برمه در خاطرات در مصاحبه داشتیم با بی بی سی تلفنی هم برایشون همین خاطره قصه کردم در تاجیکستان کنسرت داشتم دیگه سالون بسیار کلان بود از دوستا بین باشه تقریبا یک ده چند بیست چند از اینا خب سالون بسیار کلان و ما عادت داشتم وقتی که عادت دارم وقتی میخوانم میکروفون گرفته آیسته آیسته ما برایم بین مردم میرم بین مردم میخوانم موزیک همینجا میمانم و در تاجیکستان همیشه یک ترومپت نواز داشتم خب این ترومپت نواز همیشه مرا همراهی میکرد بس میامد و وقتی که راه هم میرفتم و میگشتم بین مردم از پشت میامد خب یک شب کنسرت است و ناوقت شد دیگه کنسرت بسیار ناوقت شد مردم گفته باشه بی ترومپت راه نمیرم ساعتای 11 بجه خب 2 بجه شب شد اینا بسیار ناوقت بود گفت چند آهنگ دیگه مونده گفتم یک تو آهنگ دیگه آهنگ آخری را گفتم میخوانیم باز ما همه تو بخیر خوانده خوانده خب میفهمی گفتم همه تو میخوانیم آیستا آیستا باز دیگه میریم طرف خانه خود همین گپ زدم برش گفتم آهنگ آخری دیگه مانده و بخیر میریم طرف های خانه خب کنسرت در می آهنگ رسید و ما حرکت کردم بین مردم و میخانم و در به اصطلاح در کیف خود هستم ترومپت نواز از پشتم نواخته میره بالاخره ما روی خود گشت دادم طرف دروازه رفتم نیست طرف دروازه بیرون زال رفتم با مردم یک جا میخوانم پشت خود در دادم آمدم طرف استیج تیل کردم که ترومپت نواز نیست این گفتم چه شد دیگه دوستا سر استیج می نواختن گفتم چه شد گفتم دروازه برآمد رفت صبح که پرسان کردیم که برادر تو کجا رفتی چی کردی؟ گفت خودت گفتی همه تو آهنگ آخری خانه باز میریم خانه ما میگم از میمان ها کدام تا کورتیش رقم خودت بوده باشه از پشت از اون ترومپت زده باشه تا خانه در یای جاده پنگ 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 جا
جناب مرید میشه از صدای مقبولتان مستفید شوید؟ چرا نه؟ یک زمزمه کوتاه من بیننده ها منتظر هستم. چرا نه؟ را کدشون دو شراب یو مده مینه کباب یو مال زهده بیزار ستا دو سال پاره دشکا و ها پام پام ها پامانا کام کام لتا نزار ساکی لتا نکروان لتا نزار ساکی لتا نکروان ششم یا ولم بلم بشم یا ولم بلم بشم به درد اون که خمار ده پر آشنا ده پاره گلز موزد رسوا و بد ایز ده تا نزار ساقی لتا نکربان لتا نزار ساقی لتا نکربان مینه دیار می سیزی مینه دیار می سیزی دهش کنگار می سیزی ده بلکانه تن نکارزن شد خدای لپاره زما سر سم سم رسوا و بد لتا نزار ساقی لتا نکربان 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 ساقی. با تشکر از احمد جان شریفی دوستای عزیز برنامه را ادامه میتیم. از هفته ها به این طرف بازم آقای زلمه رزمی مطلب جالب را با خانش دیپلماتور بسیار خوب ما میلاد جان شریف در مورد استاد ببرک وسا در صفحه فیسبوک ما گذاشتن که برای ازی که زیاد ناوقت نشوه این مطلب هم با دوستای عزیز یک جا میبینیم. اما در مورد استاد ببرک وسا در برنامه های آینده پنجره اروپا معلومات بیشتر ارائه خواهیم داشت. فعلا اجالتا این کلپ یک جای با هم میبینیم. کارنامه هنری استاد ببرک وسا آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونی در صحنه بین‌المللی را ورق می‌زنیم. نگارنده زلمه رزمی. ببرک وسا شاید برای بعضی ها نام آشنا نباشد و شاید گروه هنوز نمی‌دانند که این هنرمند شایسته هموطن ما توانسته است با کار و تلاش مداوم و آثار متعددش در کنار چهره های سرشناس موسیقی دانان اروپا و ویژه آلمان به عنوان یک استاد موسیقی، کمپوزیتور و آهنگساز و موزیک دایرکتر توانا افتخارات فراوان و بی‌نظیر را کسب و نام برای خود بسازد. کارنامه هنری او را با خود این هنرمند ورق می‌زنیم. ببرک وسا بیش از 6 دهه قبل از امروز در خانواده هنردوست در شهر کابل به دنیا آمد. پدرش دکتر طب بود و در 36 سالگی چشم از جهان پوشید. ببرک وسا از سن 4 الی 5 سالگی و دلیل علاقه سرشار به فرا گرفتن اصول اولیه موسیقی به نواختن آرمونیه پرداخت و در جوانی بعد از ختم دوره مکتب در لیسه غازی برای کسب تجربه بیشتر و ادامه تحصیل در رشته رهبری ارکستر و آهنگسازی به ماسکو فرستاده شد و از هنرستان چایکوفسکی فارغ التحصیل شد و ماستری گرفت. پس از بازگشت به افغانستان در رادیو تلویزیون مشغول به کار شد و نیز آهنگ‌های بیاتماندنی برای برخ آوازخوانان جوان آن زمان مثل وحید قاسمی و دیگران ساخت. ببرک وسا در سال 1980 میلادی به کشور آلمان نقل مکان کرد و به تدریس موسیقی پرداخت. او در حال حاضر استاد مکتب موسیقی شهر برگش مونشن گلادباخ
و رهبر اشت گروه آوازخوان آلمانی بوده و بیش از 300 شاگرد دارد. با ببرک وسا کارنامه هنریش را همچنان ورق می زنیم. ابتدا به یکی از کنسرت های وی در تالار زیبای 2200 نفری شهر کل می رویم و سپس به کنسرت های متعدد وی که امساله به امراهی ارکستر های بزرگ و مختلف مثل ارکستر سمفونی بنزبرگ و بتوفن در سایر شهرهای آلمان و نیز کشورهای ایتالیا، چک، سلواکیا، اتریش، آلند و غیره اجرا می کنند و میبینیم که همه با پا میخیزند، برایش کف میزنند، از هنرش تعریف میکنند و ببرک وسا با امان خلوص نیت و سادگی ویژه میگوید: دوستان عزیز، من آلمانی نیستم، آلمان کشور دوم من است، ولی افتخار میکنم به عنوان یک افغان در این کنسرت اشتراک دارم. همچنان کارنامه هنری ببرک وسا را با او ورق میزنیم و تازه میفهمیم که او در زمینه شناساندن موسیقی افغانی میان کشورهای خارجی نیز فعالیت‌های چشمگیری داشته است، که از آن جمله میتوان از اجرای آهنگ‌های افغانی و به ویژه آهنگ فولکلوریک او بوتوالا بوتیتچن و شاد کن جان من که غمگین است با ارکستر بزرگ سمفونی به رهبری وی در سالن فلامونی شهر کل در حضور بیش از 2000 مهمانان خارجی نام برد. از کارهای معروف دیگر وی ساختن سرود ملی افغانستان است که در سال 2006 میلادی به فرمایش دولت افغانستان با شعر از عبدالباری جهانی در آلمان تهیه شده و این اثر که با ارکستر سمفونیک به همراه گروه 300 نفره به رهبری ببرک وسا اجرا شده و آن گوش فرا می دهیم و می بینیم که به حق موسیقی و آهنگش برازنده یک سرود ملی است. ببرک وسا که تا کنون 8 آلبوم از کنسرت‌هایش به نشر رسیده، القاب کمپوزیتور، آهنگساز، موزیک دایرکتر و عضویت اتحادیه دایرکتران آلمان را از آن خود ساخته است. با آرزوی موفقیت و سرفرازی های هرچه بیشتر او، اینک پیام این هنرمند بزرگ را به خوانش میگیرم. شاهرای یک طرفه زندگی در این دنیای فانی از نامعلوم آغاز شده به نامعلوم می انجامد. دو طرف جاده مملو از گرداب های گندیده، باطلاق های کثیف و بیشه های پرخطر است. دشوار است روح، ضمیر و وجدان را که به امانت سپرده شده تا انتهای این مسافرت اجتناب ناپذیر و پاک نگه داشت. اگر ظلمات در مسیر عیاد با نور هرچی بیشتر علم و معرفت منور گردد، نیک به مقصد رسیدن به امان تناسب سلطر می شود، مشروط بر آن که دانش قدرت فرار از سلطه روزمرگی و گریز از چنگال وخیم ارزش های نامنهاد فرهنگی سنتی را به خود به ارمغان آرد و وادار به اندیشیدن نماید. هنرمند باید بیاندیشد و آنقدر بیاموزد تا بداند که ایچ میداند. سخت مراقب باشد تا فشار سنگین محیط و جامعه وی را قالب ریزی نکند. خواهی نشوی رسوا، امرنگ جماعت باش را لااقل از مخیله خود فرسنگ ها به دور افکند و از دامان آرامی بخش عرف و عادات بیشتر از 1000 ساله و کنج عزلت بخزد و در آلت تفرات هم مسئولیت رسالتمندی خود را در قبال دیگران به فراموشی نسپارد. خوش به حال آنانی که این راه را پیروزمندانه طی نموده و از گزند قساوت و بیرحمی مستبدان چراغ‌کش که خود راه را از شانه شناخته و همچو سوراخ‌های سیاه هرچی نور و روشنی است صادقانه فروکش می کنند در امان مانند.
بیننده های عزیز، در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. اعلامیه ای از طرف کانون فرهنگ افغان در اتریش بر ما رسیده که در اینجا نگاشته شده. از آنجایی که هموطنان عزیز اطلاع دارند، از مدت 3 ماه به این طرف می شود که پاکستان در کشور ما با عملات راکتی در ولایت شرقی کشور باعث بخون به خاک و خون کشتن هموطنان ما گردیده است. واقعا بیننده عزیز، یک واقعیت بسیار دردناک است که متاسفانه در هفته گذشته ما از وضع اسفناک مهاجرین افغان در ایران مطالب دلخراش داشتیم و در این هفته هم از راکت پرانی پاکستان در سرحدات شرقی افغانستان. به این منوال به منظور به اطلاع می رسانند که به تاریخ 27 ماه آگست سال جاری در مقابل دروازه سازمان ملل در ناحیه 22 ساعت 3 بجه اعتراض خود را، یک گرد همایی را اینا تشکیل دادن که ما فکر میکنم منظورشان از خود شهر وین و اتریش هستند که این اعلامیه را خدمت دوستای عزیز تقدیم کردیم. خب دوستای عزیز، امیدوار هستیم که افغانای عزیز در گرد همایی اشتراک ببرزن تا این اعمال وحشیانه و ظالمانه حکومت پاکستان را تخبیه کنند. در آخرین دقایق برنامه توجه شما را به یک کلیپ مقبول از فریلا جان به یاد معطوف می‌دارم. شنیدم که در دیار من شب از ستارگان می ترسد و درختان از مهتاب، روز از آفتاب می ترسد و دریاها از آب. شنیدم که در دیار من آرزوها در کفن مردگان پناه می برند و گدایان به خانه های گرسنگان، پدران در رویای گندم در خرمنگاه به خواب می روند و مادران برای سفره شب یتیمان جگرهای بریان خود را سیخ می کشند. شنیدم که خانه ها بیمارند، کسی نیست که زخمهای باز دیوارها را مرهم بگذارد. کوچه ها از صدای بم و راکت در شکستن استخوانهای شیشه پنجره ها درد خود را جیغ می کشند. شنیدم که زمستان با برف وعده لرزاندن برهنگان را یخ می بندد. شنیدم که جوانان سخت عاشق می شوند، عاشق درختان میوه و روسان چشمان خود را با زغال آرایش می کنند. شنیدم که گوسفندان به جای علف گوشت آدم می خورند و فردا جز فکر لحظه تخم گذاشتن یک مار مفهوم دیگر ندارد. دوستای عزیز، از توجه شما جهان سپاس. ای بود داشته های برنامه کنونی ما. باز هم دوستای عزیز، امیدوار هستیم که یک جا با هم همکار باشیم. مطالب از دوستا باقی مانده که اگر آیات باقی بود در برنامه های آینده به نشر می‌سپاریم. از هنرمندای عزیز، از قلم بدستان عزیز، از همه عرصه هایی که دوستان عزیز به او دسترسی دارن خواهش میکنیم که مطالب جالب و مقبول خود برای ما بفرستن. همچنان صحبت داشتیم با نویسنده و ژورنالیست خوب ما آقای وحید صمدزی که اونا هم وعده سپردن که در عرصه های جدی و مهم ادبیات با ما همکاری خواهند کرد. ما روی نوشته های آقای صمدزی هم کار میکنیم. در هفته های نزدیک از این نویسنده خوب هم مطالب خواهیم داشت. تا
دوستای عزیز با آهنگ از تمیم ناله برنامه امشب پنجره اروپا را پایان می بخشیم. خداوند یار و مددگارتان.